چون گفتی سجاد که ابتدا در مورد خلاصه از لایو دیشب صحبت بکنم که با علی ضیا داشتم، فقط بگم که به حال حرفی که ما زدیم این بود که وقتی تعداد گونه های پرچم از 200 تا کمتر میشه، یعنی تعداد حیواناتی مثل پلنگ، مثل یوز پلنگ، مثل ببر، مثل خرس، ما به مرحله میرسیم که از دیدگاه IUCN اصطلاحا بهش میگن اینا وارد سیاهی سرخ شدن، یعنی در معرض خطر انقراض قرار گرفتن. جفتگیری در واقع گونه هایی که شمارشون از 200 تا کمتر باشه در واقع خیلی خطرناک میشه، از نظر اینکه اینا احتمالا با همدیگه روابط خانوادگی نزدیکتری دارن و در نتیجه فرزندانشون احتمالا از اون تاب‌آوری لازم دیگه برخوردار نیستن، ضعیفن، دچار بیماری هایی میشن که خودش روند مرگ اینها رو تسریع میکنه. خب این اتفاق در مورد یوز پلنگ آسیایی افتاده. یه زمانی در منطقه ما بیش از 1800 تا 2000 قلاده یوز پلنگ زندگی میکرده در عربستان، در پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، عراق و در واقع بقیه مناطق اطراف. از اون 2000 تا الان فقط کمتر از 50 قلاده باقی مونده و حتی به عبارتی حدود 20 قلاده باقی مونده از زمانی که ما دوستان عزیزمون رو از دست دادیم به بهانه اتهام هایی که مربوط به جاسوسی بود. خب این پروژه احیای یوز پلنگ های آسیایی هم به شدت ضربه خورد و ما در واقع مجرب ترین کارشناسان حیات وحشی رو که تو این حوزه چند ده سال در واقع تلاش میکردن رو از دست دادیم و خود این مسئله باعث شد که از اون زمان تا حالا صحبت از اینه که 30 قلاده دیگر هم از دست دادیم و از این 20 قلاده هم فقط 3 قلاده ظاهرا ماده هستن و این خب نشون دهنده اینه که کار خیلی از کار گذشته و دیگه ما مجبوریم بریم سراغ روش‌های مصنوعی، بعد بریم سراغ تنفس مصنوعی. یکی از این روش‌های تنفس مصنوعی اینه که تن بدیم به تکثیر یوز در اسارت، با توجه به اینکه ما چندین یوز داریم که در واقع رها شدن، پدر و مادر نداشتن، کوشکی بود، دلبر بود، آذر بود، ایران بود، فیروز بود اینا، و ممکنه برخی مواقع بازم کسایی به این سیاه اضافه بشن. سایتی در واقع طراحی شد در استان سمنان در منطقه توران که بیاد و از این چالشی که به وجود میاد، یعنی از این یوزها و این کودکان در واقع نوزادان یا توله های یوز که یک بحرانی هست، یک فرصتی بسازه اونها رو مراقبت بکنه تا بتونن اونها دوباره جفت‌گیری کنن و فرزندان اونها رو ما آروم آروم به طبیعت برگردونیم. پس اساس و فلسفه در واقع تکثیر یوز در اسارت قابل دفاعه با توجه به شرایطی که ما داریم. این در حالیه که ما البته باید به تقویت زیستگاه بپردازیم، به امنیت زیستگاه بپردازیم، ما باید گله ها و سگ های گله رو از منطقه خارج بکنیم، ما باید جاده ها رو ایمن بکنیم، اما به هر حال با بضاعتی که داریم و با در واقع قدرتی که سازمان حفاظت محیط زیست داره، مشخصی که خیلی نمیشه امیدوار بود. ما به هر حال در طول یکی دو دهه اخیر 9 قلاده یوز رو ثابت شده که توسط سگ‌های گله از دست دادیم و همین تعداد هم توسط تصادف تو جاده ها، به خصوص محور شاهرود به مشهد از دست دادیم و همچنان ادامه داره این ماجرا. و اینا من یادمه که یه زمانی که در واقع 3 تا از این قلاده یوز ها به یکی از شهرهای کوچکی در استان یزد آن نزدیک شده بودن که آب بخورن و مردم محلی از ترس اینکه اینها ممکنه به اینا حمله کنن، بچه هاشون رو بکشن، به طرز وحشیانه ای و سنگدلانه ای واقعا به اونها حمله کردن با سگ هاشون و 2 تاشون رو در جا تیکه پاره کردن و یکیشون هم که دندمون زخمی شد در نهایت مرد. و فلسفه از آن اعلام روز ملی یوز 11 شهریور به همین ماجرای تلخ برمیگرده. یعنی ما تلاشی که در طول این 13-14 سال کردیم سبب شده مردمی که فکر میکردن یوز پلنگ حیوان خطرناکیه، درنده است،
متوجه شدن که یوزپلنگ اصولا به انسان حمله نمیکنه. اتفاقا یوزپلنگ انسان حیوان بسیار آسیب پذیریه. یوزپلنگ نماد طبیعت ایرانه. حفظ یوزپلنگ به معنای حفظ در واقع طبیعت اون منطقه، گونه های علفها، کاهش ریزگردها، بهبود کیفیت منابع آب و به نفع در واقع تاباوری سرزمینه. این تلاش ها باعث شده به ما الان به جایی برسیم که وقتی یه قلاده یوز رو از دست میدیم تقریبا همه مردم ایران متاثر بشن. همون مردمی که 13 14 سال پیش هورا میکشیدن برای کشتار یوزها، الان ما تونستیم به یه همچین جایی برسیم و این امید بخشه، این امیدوار کننده است. درسته که ما این یوز از دست دادیم و این دلیلش اینه که متاسفانه تن دادیم به سزارین ایران یوز ماده و این سزارین در شرایط تا حالا همچین اتفاقی اصلا نیفتاده، اولین باره که سزارین میشه تو پروژه های یوز در اسارت، تکثیر یوز در اسارت. این پروژه ها در آفریقا خب تجربه بیشتری هست، ولی خب در ایران برای یوز پلنگ آسیایی این اولین بار بود و این اولین بار هم با سزارین توام شد. تجهیزات لازم وجود نداشت در توران، یعنی اینا پیش بینی نمی کردن که مجبور باشن خودشون این توله ها رو نگهداری کنن. همطور که گفتم این توله ها کلن و مادرزادی ضعیف هستن به خاطر که تعداد کم شده و اگر شیر مادر نخورن احتمال زنده موندنشون دیگه خیلی خیلی کم میشه و این خب این اتفاق هم افتاد. سزاریان کردن و تو سزاریان مادر دیگه بچه ها رو قبول نکرد چون بوی انسان بهشون خورده بود و مجبور شدن اینا خودشون بهشون شیر بدن. اصلا یکیشون که بلد نبودن شیر بدن، تا رفتن شیر پیدا بکنن شیرها اشتباه بود. یعنی همه چی رو از اول داشتن تجربه میکردن و به هر حال دو تا از این یوزا از دست رفت. سازمان مویسیس مجبور شد از یک دامپزشک مشهور بین المللی از آفریقای جنوبی استفاده بکنه، اون رو دعوت کرد اومد و ایشون در واقع از اون تاریخ به بعد سرپرستی فنی این پروژه رو به عهده گرفت و آقای دکتر باستانی از دامپزشکان جوان در واقع کمک میکرد به این ماجرا که این فرامین تحت نظارت ایشون انتقال پیدا بکنه. آقای علیرضا شهرداری که در تلویزیون این ماجرا رو میدید به شدت متاثر میشه وقتی میبینه که حتی نحوه شیر دادن رو این دوستان بلد نیستن. خودش داوطلب میشه میاد وسط، از همه زندگیش میگذره، از همه استراحت و آزادی و آرامشش با وجود اینکه اون دامپزشک در واقع آفریقای جنوبی صراحتا اعلام کرده بود که نباید امیدوار باشید و این سومی هم حتما خواهد مرد به دلیل نارسایی های کلیوی و مشکلات گوارشی که داشته، ولی خب معجزه ای رو رقم میزنه علیرضا شهرداری و با شیوه مراقبت کم نظیری که به کار میبره و با عشقی که به در واقع پیروز میده، این پیروز تا حدود 11 ماه زندگی میکنه و واقعا دیگه بیشتر از این، یعنی خودش در گفتگویی که با آقای دکتر اکبری معاون محیط طبیعی سازمان داشته در تابستان امسال، این پزشک حاذق، این دامپزشک حاذق بهش میگه که شما باید آماده فوت پیروز باشید. پیروز نمیتونه به حیات خودش ادامه بده ولی به هر حال پیروز تا 11 ماه زندگی میکنه. یکی از اشتباهات سازمان حفاظت محیط زیست که من امروز هم در واقع به آقای دکتر اکبری اینو گفتم این بود که شما اطلاع رسانی دقیقی در مورد وضعیت سلامتی پیروز نکردید. شما امید ایجاد کردید در مردم با انتشار عکسایی که پیروز داره چاق میشه، داره بزرگ میشه، داره بازیگوشی میکنه. اگر شما میگفتید که پیروز درگیری همچین بیماری های دو بار برای نارسی های کلوی رفته بیمارستان، اینقدر مردم در واقع الان شوکه نمی شدن و انواع اقسام شایعات ایجاد نمی شد که آقا دارو دادن اینو میخواستن بکشن، این نماد جنبش ایرانیان بوده، در شعر شیروین حاجی پور بوده و میخواستن یه جوری از شرش خلاص بشن و اینا همه به خاطر اینه که تیم رسانه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست بسیار ضعیف، بسیار ابتدایی و بدوی عمل کرد و واقعا من اگر جای علی سلاجقی بودم این تیم رو کامل از بالا تا پایین برکنار میکردم به خاطر این شیوه فوق‌العاده در واقع ابتدایی که اینها به خرج دادن در اطلاع رسانی. سازمان حفاظت محیط زیست صفحه رسمی خودش رو در اینستاگرام مدت هاست که بروز نکرده،
و در واقع حتی بلد نیست لینک بده تو سایت خودش، و لینک ها انقدر طولانی و بزرگه که کسی نمیتونه از اونها استفاده بکنه، و واقعا معلوم نیست که چه خبره در این سازمان، که همچین اصول ابتدایی رو در دنیای اینترنت هنوز اینها بلد نیستن و نمیتونن ازش استفاده کنن. به هر حال زندگی ادامه داره. چیزی که پریروز اتفاق افتاد و ما شاهد رویت یک یوز نر 10 ساله شدیم در منطقه عباس آباد در استان اصفهان، و بعد که بررسی شد فهمیدیم که این یوز همونیه که سال پیش در یزد مشاهده شده. بیش از 220 کیلومتر راه رفته این یوز تا به یه جفتی برسه و این جفت رو پیدا نکرده، و این واقعا بسیار بسیار غم‌انگیز و نگران کننده است، و امیدوارم از این تجربه تلخ ما استفاده بکنیم در مورد آذر، در بارداری های بعدی ایران. البته ایران با توجه به اینکه زایمان اولش سزاریان بوده، احتمالا باز هم سزاریان خواهد کرد اگر باردار بشه، و باز مشکلاتی رو ما خواهیم داشت. چشمانداز خیلی چشمانداز روشنی برای نجات یوزپلنگ از خطر انقراض نیست، و احتمال زیاد یوزپلنگ آسیایی در همونطوری که در دیگر کشورهای آسیایی از بین رفت، در ایران هم از بین میره، مگر اینکه یه معجزه اتفاق بیفته، مگر اینکه واقعا یک اراده قوی پشت ماجرا بذاره، حاکمیت بودجه اختصاص بده. ما شاهد بودیم که در دولت دوم حسن روحانی، عیسی کلانتری با تمسخر در واقع تلاش هایی که برای حفظ یوز بلند میشد، میگفت مسئله ما اصلا یوز نیست، مسئله ما آبه. و حتی وقتی یه رئیسی در حد رئیس سازمان محیط درک نکنه که چرا حفظ نماد طبیعت ایران اهمیت داره، ما چه انتظاری از وزیر صنایع داریم، وزیر کشاورزی داریم، از رئیس جمهور داریم؟ برای همین من خیلی خوشبین نیستم به اینکه ما بتونیم در واقع یوز بلند رو از خطر انقراض نجات بدیم، هرچند که دست تک تک افرادی رو که سلحشورانه تو این روزها برای نجات یوز تلاش میکنن میبوسم، و امیدوارم که همکاران و دوستان ما از زندان آزاد بشن و اونها بتونن دوباره به این پروژه اضافه بشن، از تجربیاتشون استفاده بکنیم و شاهد روزهای بهتری برای این سرزمین باشیم.